سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. از واشنگتن سرد و برفی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت روبرو. نگاهی میاندازیم به عرصه اقتصادی در ایران و ابعاد گسترده فساد مالی در جمهوری اسلامی. اختلاس 94 هزار میلیارد تومان تازه تر رقم افشا شده در فساد مالی در جمهوری اسلامی، متهم نخست محسن پهلوان در خراسان. آنسوتر نامه محمد اول دکتر محمود احمدی نژاد به او، چه نکاتی در این نامه مطرح شده است؟ محمد رضا رحیمی از احمدی نژاد: دکتر احمدی نژاد گله دارد که چرا از او حمایت نمی کند. گفته است که دست هر دوی من در یک کاسه بوده است. امروز روز او خود را کنار کشیده. و آنسوتر آنچه که در عرصه جنگ داخلی در جمهوری اسلامی می گذرد رو به کجا دارد؟ با من و شما هستند چون جمعه شبهای پیشین این بار در لس آنجلس آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لس آنجلس. درود جناب چالنگی عزیزم، سلام به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. مثل اینکه نوبتی شده، هفته پیش من بودم، هفته پیش آقای سازگارا لس آنجلس. بله باید هیچ سو تفاهمی نباشه، تصادفی چون بله اتفاقا قرار بود با هم باشیم ولی خب نشد. قرار امیدوار. آقای سازگارا با سلام و خوش آمدید به تفسیر خبر جمعه. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، خدمت دکتر نوری‌زاده عزیز و خوش آمد میگیم ایشون به امریکا تشریف آوردن و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده شما بفرمایید چه خبره واقعا؟ یعنی ارقام حیف و میلی که خود رسانه‌های دولتی داخل هم افشا می‌کنن، در عرض چند ماه 22 میلیارد دلار خارج شده از کشور. آقای به اسم محسن پهلوان که گفتم در برنامه روز گذشته هیچ نسبتی با پهلوان‌هایی که ما می‌شناسیم، عباس پهلوان عزیز و گرامی، ندارن. رقم 94 هزار میلیارد تومان و بقیه بابک زنجانی. و پس این مگه قرار نیست این پول نفتی که آمده بود آقای خمینی گفته بود به در خونه ها میره چه شده؟ چه میگذره؟ شما بفرمایید. ببینید آقای چالنگی عزیزم، درست آقای سینبلند آلیس در سرزمین عجایب، یعنی واقعا سرزمین عجایبه و ماها به حیرت زده داریم اینا رو نگاه میکنیم، چون مثلا به یادمون میاد کمیسیون شاهنشاهی جلسه میگرفت، یه امیر ارتش 200,000 دلار گرفته بود، 200,000 دلار هم جاده کشیده بود از پایگاه هوایی بوشهر به گناوه، یعنی پولم اونجا خرج کرده بود. خلع درجه میشد، بی آبرو میشد، همه چی میشد، وقت میگفتن رژیم گذشته فاسد است، نمیدونم. این بود داستان. الان شما نگاه میکنید از قرآن خون دم حرم فاسده تا بالاترین مقام. همین آقای رحیمی در نامه خودش به نظر من
این نامه تاریخیه. یا آدم نام جابر ابدالی میاد به 120 نماینده میلیارد و فلان قد پول میده برای انتخابات، باج میده. بعد الان یه داستان دیگه، اون آقای علیزاده که معاون آقای جنتی بوده 5 میلیارد پول گرفته از آقای بسپاش دو ماه قبل از انتخابات برای اینکه صندوقهای رای رو عوض کنه. ببینید آقای چالنگی، یک حکومت فاسد، سر تا پا فاسد. همین آقای محسن پهلوان حرفای جالبی زده، گفته آقا بنده از کره مریخ که نیومدم، من یه رستوران داشتم تو شاندیز، اومدم رفتم یه سری زمین گرفتم خریدم قسطی، این زمین ها رو شروع کردم توش ساختمون کردن، یه پروژه درست کردم سهام 200 تومانی، انقدر ارزه داشتم این سهام رو تو 2 سال 3 سال رسوندم به 12,000 تومان، هزاران نفرم از قبل این خوردن. حالا آقازاده آقای واعظ طبسی اومده وسط میگه این زمین ها موقوفیه، شما حق نداشتی اینا رو بگید. از اون بعد شهرداری از من میلیاردها تومان پول گرفته، حالا شهرداری باید پولای منو بده. ببینید یک داستان عجیب، من و شما آقای دکتر سازگارو خودمونم بکشیم از این قاعده سر در نمیاریم. یک عده مافیا با عمامه و بی عمامه، یکشون کارخانه کاندوم سازی داره، یکشون شکر فروشه، یکشون لاستیک دنا رو داره، یکیشون آستان قدس رو داره که الان هم از مالیات معاف شد. ببینید همه اینا رو شما جمع بزنید، یک عده دوست مافیا در مملکت ما به قدرت استن. همین امروز قبل از برنامه تفسیر خبر من تو برنامه‌م شاخه هایی از این مافیا رو در قالب هزار فامیل بیان کردم. و بسیار آقای چالنگی، کشور ما کشور بدبختیه که دست مش دزد افتاده، غارتگرایی که از مغولا بدترن، یک ذره انصاف ندارن برای مردم، یک ذره دلشون نمیسوزه و میگن یه مملکت بیگانه است، ما مدتی اشغال کردیم باید بچاپیم. این نوع نگاه به مملکت ماست. آقای سازگار، قضیه اینه که هر کدوم از آقایون در این جنگ داخلی تار میشن، سر از مظلومیت در میارن و بیرق مظلومیت رو بالا میبرن، از جمله همین محسن پهلوان. از زاویه دیگه بهش نگاه کن، در آمریکا که مهد سرمایه داری هست، بله اگه کسی مثل بیل گیت و هزاران نفر دیگه ابتکاری، خدمتی به علم، تولید به اصطلاح مفیدی داشته باشن، خب و ابتکارات اینو پولدار میشه و زحمت کشیده. اما توی کشوری که حکومت به اصطلاح الهی هست، در عرض 4-5 سال رستورانداری کبابی بود در واقع، این بابا محسن پهلوان در عرض 4-5 سال سر از میلیاردها سود در آورده، 94,000 میلیارد تومان، من نمیدونم چجوری میشه تبدیلش کرد به چی، چقدر پول هست، چجوری هست، این چه نوع اقتصادیست، این چه نوع حقوقت الهیست به گفته آقایون. البته والا امثال این آقای پهلوان که به نظر میرسه خیلی هم پهلوان در عرصه اقتصادی، ماشاءالله یکی دوتا در اون کشور نیست، الان به صدها و هزارها رسیده. مکانیزمش آقای چالنگی روشنه. من یادم یه بار، آخرین باری که زندان بودم، توی بازجویی ها این دوتا بازجوی من شروع کردن تعریف کردن، پیزر لای پالون من گذاشتن که شما سر چیره و دومت فیله و اینجوری هستی و اینها، و خلاصه حیفه که شما آدم کارآفرین کارخونه نداشته باشی و اینها، ما هم حاضریم پشتیبانیت بکنیم، از این سیاست رو رها کن، پاتو بذار بیرون و برو دنبال کاسبی، ما هم پشتت. که البته چند تا فوش و بد و بیرا رد و بدل شد و اوقات تلخی از طرفین کشید این حرف حضرات. ببینید به همین سادگی، یعنی امثال این آقای پهلوان یا دیگران، یه جایی تو این حکومت الان خیلی خیلی رسمه، من از خیلی کسا میشنوم، 4 تا پاسدار با نفوذ
یا وصل به بیت رهبری اون بالا بالاها گیر میارن و پشتشون رو میگیرن، در نتیجه آگهی تو تلویزیون پخش میکنن و کاراشون رو ردیف میکنن، اینطوری جیب مردم رو هم خالی میکنن و پولدار میشن. توی این ایمیلایی که این روزا میگرده دیدم یک کسی ابتکاری زده بود، اقلام این اختلاس ها رو جمع کرده بود با هم، همین هایی که توی این مدت اعلام شده، 90 هزار میلیارد اونجا، 12 هزار میلیارد اینجا، 4 هزار میلیارد اونجا، دانشگاه ایرانیان نمیدونم انقدر اینا، یا تازه همه رو نه، یه تعدادی 10-12 تاشو جمع زده بود، تقسیم به جمعیت ایران کرده بود. هر نفر ایرانی های چالنگی شده بود 220 میلیون تومان. 220 میلیون تومان هر نفر، یعنی یک خانواده 4 نفره میشه 1 میلیارد تومان. یعنی عددی که یک عمر پسنداز یه خانواده اگر بشه میشه یه دونه آپارتمان، یه دونه خونه که اگر بیارزه 400 میلیون 500 میلیون فوقش 1 میلیارد تومان برای یه خانواده متوسط. یعنی اینا پسنداز ملی 178 میلیون ایرانی رو غارت کردن و بزرگترین غارت های تاریخ. من دیروز دیدم در خبرها اومده بود که شایع شده رئیس مدیرعامل بانک اقتصاد نوین فرار کرده، بعد خودش مصاحبه کرده بود که نه من فرار نکردم، وزارت اطلاعاتم وزارت اطلاعات بیانیه داده که نه فرار نکرده. چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه وضع اقتصاد ناامنه و سپرده های مردم در بانک ها غارت شده. باز در هفته گذشته من دیدم معاون بانک مرکزی گفته بود که رقم اداره نظارت بر بانک ها گفته بود بدهی های معوق بانکی 90 هزار میلیارد تومان شده. یعنی پول بانک ها بزرگترین دزدی تاریخ بوده که انجام شده، یک عده خوردن بردن و پس ندادن. و لیست جالب، لیست بدهکاران بزرگ بانکی دست کم 112 نفر اصل کاری هست و اقدامی نمیشه. و همین آقایی هم که به نمایندگان مجلس، 170 نماینده مجلس به واسطه یه معاون رئیس جمهور پول داده، جزء این لیست بدهکاران بانکی است. به هر حال ببینید، من حرف آقای دکتر زیبا کلام رو یک درجه هم میبرم اون طرف تر، و اون این که در تاریخ معاصر که واقعا ما سراغ نداریم این آشفتگی و دزد بازار رو، به نظرم در تاریخ کهنمون هم ما چون این چیزی رو سراغ نداریم. برای اینکه به قول پیترو دلاواله که در دوره صفویه به ایران اومده، میگه در ایران شاه قدرت بیکرانی داره و شاه عباس رو دیده بوده، ولی این قدرت رو به نفع توده مردم به کار میبره دست کم. و خب شاه عباس میدونید وقتی شنید دزدی کردن، خودش رفت چک کرد و داد وسط میدون نقش جهان کبابی رو که کم فروشی کرده بود کباب کردند. 4 تا تنبیه اینجوری، البته دنیای قدیم بود، نه که امروز این کارو بکنیم، ولی اگر شاه الان کبابی میلیاردر شده و مردم رو کباب کرده. و واقعا ببینید در گذشته، ساختار گذشته اداری ما تا قبل از عصر مدرن که رضا شاه در واقع ساختار اداری نوینی در ایران گذاشت، ساختار اداری به گونه‌ای بود که شاه درست مالک بیچون و چرای همه املاک و اموال کشور بود، ولی اگه خودش سالب بود به اون قدرتش تعدیل میکرد، به کار میبرد، بالاخره یک نظمی داشت و نمیتونستن اونطور خون مردم رو در شیشه بکنن. ولی امروزه در عصر مدرن، اولا شخص آقای خامنه‌ای وقتی 95 میلیارد دلار سرمایه و بانک‌های از جمله همین بانک اقتصاد نوین که گفته شد یکی از ابواب جمعی ستاد اجرایی فرمان امامه، وقتی که ایشون دستش به پول مردم دراز شده و اعوان و انصارش در اون بیت که آقای دکتر نوری‌زاده
بارها اشاره کردن، مسئله اپراتور نمیدونم موبایل، ده ها پروژه دیگه آقازاده های آقای خامنه ای دستشون هست، اون وقت زباغ رعیت ملک اگر خورد سیبی، برآورند رعایا درخت از بیخ. اون وقت اعوان و انصار ایشون درخت رو از بیخ که چه عرض کنم باغ رو از بیخ ریشه‌کن کردن. و این رو عرض کنم و جمله‌مو تموم کنم، واقعا آقای چالنگی هیچ قدم اقتصادی در ایران با تحریم، بدون تحریم، با بودجه، با نفت، بدون نفت، هیچ اصلاح اقتصادی به نظر من متصور نیست، مگر اینکه با این فساد سازمان یافته که کارش به مافیایی کشیده، دختر مردم رو روز روشن وسط شهر تهران میدزدن این گروه های مافیایی، و قدرت برهنه‌ای که دارن پشتشون به دستبند و زندان و چاقو و عرض شود که بیگیر و ببند هم گرمه، این فساد سازمان یافته مافیایی اگر باهاش برخورد نشه هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد. کی برخورد کنه؟ یعنی چه کسی برخورد کنه؟ چون اینا به قول شما باغ رو که از ریشه کندن و بردن، باغبان رو هم که بخشی از باغبان ها روزنامه نگار و بقیه هستن، به عنوان اقدام علیه امنیت ملی اگر اعتراض کردن زندان انداخته. کی باید اعتراض کنه؟ کی باید واقعا آقای چالنگی سوال خوبی است. این سوال رو باید گذاشت در درجه اول به نظر من جلوی دولت روحانی که مدعی بود اصلاحات میکنه، مدعی بود که میخواد درمان کنه دردهای مردم رو. و پاره از دوستان من خبر دارم به آقای روحانی ابتدایی که اومد سر کار یک برنامه شش ماده‌ای اقتصادی دادن که یک ماده‌اش هم همین مبارزه با فساد به شکل لوایح سریع و فوری و حتی رجوع به آرای عمومی بود. و حرفشون هم این بود که آقای روحانی اگر بخوای درست بکنی باید مثل لهستان فوراً عمل بکنی بعد از سقوط کمونیست‌ها، چون تمام کشورهای کمونیستی هم داستان فساد توش بود، البته فکر می‌کنم به این گستردگی، و برخورد بکنی. و اگر نه به سرنوشت اوکراین دوچار میشی که فساد همه اصلاحات سیاسی رو هم خورد. بنابراین آقای روحانی و البته آقای خامنه‌ای که به نظر من خودش غارتگر بیت المال مردمه، ولی من شخصا ناامیدم، برای اینکه دو سال فرصت کمی نبود و از این امامزاده تا الان معجزی ما ندیدیم. نهای سازگاره شرکت به شاه عباس و رضا شاه و پیشتر از این دو پادشاه ایران که دو صفت کبیر بهشون داده شده در تاریخ ایران و در قرن پنجم پادشاهان دیگری بودن، این برحال چندان شبیه شاه عباس و رضا شاه نبودن، به ظلم برخی از اونا مشهور. و در همون دوره است که حتی در دوره پادشاهان ظالم کسی مثل ناصر خسرو میگه در شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شد. و این فقیه از آقای نوری‌زاده سالگرد انقلاب هم هست در این جریان. آقای نوری‌زاده من یک نامه ایمیل برای من در واقع اومد، پیام، و اینو میخوندم از یک معلول جنگی، جانباز جنگی، و واقعا دو روزی حال درست آدم نداره وقتی میخونه به چه به روز این افراد اومده و چه جور زندگی میکنه. با این پولا چه میشه کرد؟ حداقل برای معلولان جنگی، کسانی که رفتن الان جلو چشم پدر مادر دارن پرپر میزن داروی لازم. روزانه آقای چالنگی روزانه حداقل یک تا سه نفر از معلولان جنگی میمیرن. من همون جور شما با شما تماس گرفتن، یه عده‌شون هم با من تماس دارن. اولا معلولان ارتش، معلولان جنگ ارتش درست این بچه زن صیغه‌ای اصلا اعتنایی براشون نمی کنن. خیلی کم بهشون میرسن. اونایی هم که مال سپاهن به مرور دیگه از چشم میفتن. الان در شهرک شهید معلاتی در بسیاری از این خونه‌های سازمانی افراد 70% 60% معلول جنگی هستن و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن.
بعضا قطع نخایی هستن، یعنی اصلا از زندگی افتادن برای وطنشون، بالاخره رفتن جلوی دشمن رو گرفتن. بعضا چنان تبزده آقای خمینی و اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی بودن که دنبال اسلام رفتن، ولی به هر حال جوانی شو داده، زندگی شو داد. اون وقت در چنین شرایطی آقازاده آقای واعظ تبسی برای اینکه بچهشون پاسپورت آمریکایی داشته باشن، با چه هزینه‌ای خانم رو میفرستن با خودشون مایو کلینیک اونجا وضع هم بکنن تا آقازادهشون گذرنامه آمریکایی داشته باشن، یا شرکت مهاب قدس و شرکت‌های آستانه هم معاف میشن از مالیات. چرا باید معاف بشن؟ چرا؟ صادرات دارن به آسیای میانه، باید به دولت. الان خودشون اعتراف کردن، دو تیتر در روزنامه جمهوری اسلامی و اقتصاد در یه روز چاپ شد، 60% مالیات نمیدن، جمهوری اسلامی نوشت 40%. یعنی 60% از صاحبان پول و سرمایه مالیات نمیدن. کیان اینا؟ سازمان های تحت نظر رهبری، آستان قدس هم که الان اضافه شد، و ده ها شرکت هایی که تو شکم سپاه هست، از خاتم الانبیا گرفته تا بقیه، اینا مالیات به دولت نمیدن و دولت بدبخت معلومی از کجا باید بره پول بیاره. در نظرم که شده نصف داره، نصف هم کمتر میشه، دزدی هم که تا دلتون بخواد. منتها ببینید آقای چالنگی، ما خیلی معذرت میخوام، نمیخوام شما رو دور از جون شما و من و آقای سازگاران رو توصیف بکنم به روزخونی که فقط میاد در کربلا میگه گریه بگیریم. خب ما هر دفعه داریم میایم راجع به فساد میگیم، چقدر فساد دزدی رحیمی چی گفته احمدی نژاد، ولی واقعا باید برای این فساد یه راه چاره اندیشید، و اون راه چاره به اعتقاد من اینه: مردم ایران هر کدومشون در اون 1,648,000 کیلومتر مربع به اندازه آقای خامنه ای سهیمن، به اندازه آقای رفسنجانی و الباقی سهیمن، به اندازه آقای روحانی سهم دارن، و این سهمشون داره غارت میشه. این مردم نباید سکوت کنن. به نظر من نمیگیم بیان انقلاب بکنن، نمیگیم بیان جونشون رو به خطر بندازن، ولی همین کاری که دراویش گنابادی هفته پیش کردن، این هفته کردن، به نظر من این یک نمونه ایست که به مردم ما درس میده. در شعبه ای در گناباد یکی از این دراویش گنابادی رفت پولشو بگیره، رئیس شعبه بهش توهین کرد، کتکش زد، بعد هم مامورا رو گفت بیان از بانک بنزنش بیرون. اینا به آقای تابنده خبر دادن و ایشون گفت همه دراویش گنابادی برن پولاشونو از بانک بکشن بیرون و از صندوقی که مال دادگستری بوده. رفتن و پولا رو جلو صف کشتن و الان نظام بانک کشور مختل شده. پس مردم میتونن مبارزه کنن. یعنی این روزاده دراویش گنابادی اینقدر پول دارن که بیرون کشیدن از بانک ها، بانک ها نظام بانکی مختل شد. نه ببینید، مهم نیست که چقدر پول دارن. وقتی 500,000 نفر آدم میره توی بانک در شعبات مختلف و حالا هر مقدار پس انداز داره پول داره یه جا میخواد بگیره، اونم با نظام آلوده بانکی کشور، به هم میریزه دیگه، خیلی روشنه. و این کار خمس بوم صدا کرد، یعنی حداقل شهرهای خراسان که واقعا بانک ها الان توی هفته مختل بودن، مختل بودن و یک چیز به اصطلاح هیجانی در مشهد و در شهرهای اطرافش ایجاد شده. من در گناباد با یه نفر صحبت کردم، و اصلا بانک با چمدون هم مشهد دارن پول میارن، چون بالاخره هر درویش هر چقدر داشته باشه 500 تومن 1000 تومن نمیدونم، ولی کلن وقتی یه موج اینجوری بلند شد به دیگران هم سرایت میکنه، اونا هم میگن آقا این صندوق ورشکسته است، بریم پولتون رو بگیریم. میخوام بگم همینجوری در سطح مملکت اثر گذاشت. مردم ما باید یه تکونی به خودشون بدن. نمیشه همینجوری ما فکر کنیم معجزه میشه و از آسمون فرشتگان میان وضعمون رو درست میکنن. نگاه کنیم به مردم مصر، نگاه کنیم به مردم کشورهای همسایه‌مون. بالاخره یک جایی باید بلند بشن مردم. همین اروپای شرقی که آقای سازگارا بهش اشاره کرد، لهستان و چک ریپابلیک، شما خودت بودی، و اینا رو باید آدم تجربه بشه برای ما. نمیتونیم بشینیم همجوری رو دست که مثلا کی به ما آمریکا آقای اوباما میگه بفرمایید. نه، همچی چیزی نیست.
خب البته اشاره کرد آقای نوریزاده که باید کاری کرد یا حرفی زد یا خط راه حلی پیشنهاد کرد. وظیفه ما تا اونجا که امکان داره گفتن آنچه ناگفته هست در جمهوری اسلامی، اونچه که بین خطا هست، نور انداختن بر خبرهایی مثل همین فساد هست و بقیه مسائل. پرسش یا سفارش که آقای نوریزاده اشاره میکنن مکمل همین وظیفه است. من فکر میکنم که مردم چه عکس العملی در برابر یه همچین رویدادها و خبرهایی دارن. چون این نیست آقای نوریزاده؟ بله بله، من که نمیخوام، من که رهبر سیاسی نیستم یا نمیخوام برای مردم تعیین تکلیف بکنم، دارم میگم بالاخره آقای چالاکی نمیشه همش فقط به حرف و انتقاد بسنده کرد. یه جایی مردم هم باید از خودشون همت نشون بدن. الحمدلله مردم ما تجربه دارن، در سال 88 نشون دادن، در 18 تیر نشون دادن، مناسبت های دیگه. ما الان احتیاج به یه واکنش مردمی داریم. آخه نمیشه یه ده دوست مملکت ما رو هر روز غارت کنم، ما هم هی بیام اینجا بگیم آقا این دوزید اون دوزید، هیچ کم هیچ کاری نکنه. نمیشه اینجور. آقای سازگار درست همینجا هست این پرسش و همین زمینه است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و نمایندگان و کارگزاران و پادوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور همین سکوت و همین بیعملی و همین بیعکس عملی رو تعبیر میکنن و به خورد بسیاری میدن در خارج از ایران، که خب مردم راضی هستن، مردم پیرو ولایت فقیه هستن اکثرا. و وقتی ایشون گفت اقتصاد مقاومتی دارن مقاومت میکنن، در تحریم هستن، دارن در برابر آمریکا ایستادن، همه فشارها رو تحمل میکنن برای که چشم فرمان رهبری دارن اکثریت مردم. این زمینه رو استفاده میکنم. خود شما هم شاهد بودید در همین واشنگتن این حرف رو به خورد بسیاری از کسانی در واشنگتن دادن، از جمله برخی از اهل کنگره. تفسیر شما رو میشنم. به هر حال معمولا آقای چالنگی فقر اقتصادی ممکن است به تنهایی موتور محرک اعتراضات مردمی نباشه، ولی تجربه دست کم در خاورمیانه به خوبی نشون داده که وقتی فساد اقتصادی گسترده میشه و نابرابری های اقتصادی از قبل این فساد توسعه پیدا میکنه، موتور بسیار بسیار موثری در اعتراضات مردمی میشه. اونچه که آقای دکتر دوریزاده پیشنهاد میکنن در واقع یک اکسیون مقاومت مدنی بسیار خوب و مؤثری است، چرا که اگر همه مردم ایران الان برن توی بانک بگن پس انداز ما 1000 تومن، 10000 تومن، 3000 تومن رو به ما بدین، دو برابر پس انداز مردم رو با همین فقط یک قلم دزدها دزدیدن و بردن، همینایی که 90000 میلیارد تومن پول رو پس ندادن. بنابراین اساسا بانک نداره که بده، برای اینکه پول توی بانک رو بردن. البته اتفاق افتادن چنین اکسیون های گسترده در سطح کشور وقتی میتونه انجام بگیره که یه پیش نیازهایی داشته باشه. مثلا فرض کنید سه تا اصل حد اقلی مبارزات مدنی، اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت، بخش اتحادش تجربه نشون میده دست کم سه تا پارامتر نیاز داره. یکی رهبری یا رهبرانی است که مورد قبول مردم باشن، البته نه الزاماً فرد، نه الزاماً جبهه، از نه ائتلاف، همه جورش در تاریخ بوده، از یک سازمان دانشجویی در صربستان داریم تا اتحادی از روشنفکرا و کلیسا و سازمانهای حقوق بشری مثلا در شیلی یا آرژانتین، از سازمان UDF اتحاد برای دموکراسی در آفریقای جنوبی داریم، تا سازمان مخفی مثلا در دانمارک. انواع اقسام رهبری ها بوده تا رهبران فردی یا
حزبی یا جنبش های کارگری و غیره، ولی اولین اصل این است که گروهی، بخشی، ائتلافی، جمعی بتونن مورد اعتماد مردم واقع بشن. نکته دوم در ایجاد این اتحاد داشتن برنامه روشنی. مردم باید احساس بکنن که اگر صبح رفتن پولشون از بانک گرفتن، یک آکسیون اینگونه رو مشارکت کردن، چه تأثیری داره در مبارزه و چگونه به انتها و پیروزی میرسن. دست کم خطوط کلیش باید روشن باشه وقتی که مشارکت عموم رو طلب میکنیم. و نکته سوم در ایجاد اتحاد دورنمای آینده است، دورنمایی که مردم بدانند که اگر این مشارکت و همکاری رو کردن وضع چگونه میشه، چه جور جامعه ای ساخته میشه، چه چیزی. این سه تا اصل حداقلی است که میشه اتحاد در صحنه رو در واقع باهاش به وجود آورد. البته نکات دیگه هم در مقاومت مدنی بحثای دیگه است که خب حالا مفصله و فکر میکنم تلویزیون ایران فردا کاملا پوشش داده. این هستش که تعبیر آنچه که سکوت است، گزارش های بسیار هست که ایران مثل انبار باروت منتظر این رو هم داریم، اما خیلی ها هم میگن که این سکوتی که در برابر این همه فشار سه چشم میاد یا به گوش نمیاد، این ناشی از رضایت، سکوت علامت رضایت، از خود آیت الله خامنه ای بگی تا فوکلکرواتی های کارگزار حکومت ایران در دیدیم دیگه در خارج از ایران به گوش شما اصلاً. بله بله. علامت رضاست یا چی؟ اصلاً جامعه ما یک جنبش همه جانبه و همه به اصطلاح فراگیر دموکراسی خواهی زیر پوستش به نظر من در جریانه و بغض فروخورده ملت که بعد از به خصوص جنبش سبز افزایش پیدا کرد، موج سرکوب ها که هنوز هم ادامه داره، جامعه ما رو درسته علاز ظاهر به حالت جامعه ناامید و ترسیده نشون میده، ولی تجربه تاریخی هم آقای چالنگی نشون میده که چون این شرایطی معمولا بغض فروخورده و خشم نهفته است که هرچه که اینطوری انباشتش بیشتر بشه آتش فشانش بزرگتر خواهد شد. اصلا به نظر من اینطور نیست. یعنی رضایتی که شما یک زن خانه‌دار وقتی صبح زنبیلشو میگیره، امروز میره خرید میبینه به نسبت دیروز چند درصد قدرت خریدش کمتر شده، یک کارگر وقتی 8 ماه حقوق نگرفته بعد هم دسته دسته الان دارن در کارخانجات اخراج میکنن، گروه گروه دارن از اینجا بیرون میکنن از اونجا بیرون میکنن، و یک کارگر که جمع پسندازش شاید 1 ماه نتونه خانوادهش رو اداره بکنه، اگر تازه پیشخور نکرده باشه، بدهکار نباشه، با زن و بچه در این اجتماع بزرگ رها میشه، اینها معلومه که رضایتی رو به دنبال نداره. واقعا به خصوص من این رو هم عرض بکنم و عرضم تا میکنم، سال 94 با کسری بودجه بزرگ دولت که به دلیل کاهش درآمد نفت و ادامه تحریم ها پیدا شده، یک موج تورمی جدید خواهد داشت و یک رکود گسترده. بنابراین 94 به لحاظ اقتصادی سالی است که به مراتب تندتر و سخت‌تر خواهد. آقای نوری‌زاده، در این میون یک نکته از این نامه آقای محمد رضا رحیمی به احمدی نژاد که معاونش بود در واقع، چی از قضیه آقایون در به قول معروف حاکمان در زمان معزولیه، یعنی موقعی که بر اریکه قدرت هستن. آقای رحیمی از جمله تو نامش نوشته من از ساعت 6 تا 12 شب کار میکردم، حالا تولید این کار چه بوده بمانه. چرا این حرفایی که الان میزنه همون موقع نمیزنه؟ چرا وقتی که خیلی طبیعی است آقای سالنگ عزیز، ماشین بنز ضد گلوله، 6 تا پاسدار، معاون رئیس جمهوری، معاون اول که جای نخست وزیر نشسته، اون بودجه کلان در اختیارش، امکانات اجرایی در اختیارش، سفر به خارج
دیدار با مقامات جهان. خب اینا رو آدم خیلی مردونگی میخواد آدم ازش بگذره، یعنی آدم کمتر دیده کسی. آقای رحیمی هم از تمام این مزایا برخوردار بود، منتها حالا چیزی که داره میگه به نوعی هم به نظر من حرف درستی میزنه. میگه آقای احمدی نژاد، همه اینا رو که تو میدونستی، الانم راجع من میگه فساد من ربطی به دوران کارم در ریاست جمهوری نداره، پس بی خود کرد من آوردی معاون اول کردی. اگه من فاسد بودم بد بودم چرا من آوردی؟ چرا از من حمایت کردی دو دوره آوردی منو معاون اولت بشم؟ میخوام بهتون بگم آقای احمدی نژاد خودش سردسته بانده، یعنی حالا میخواد از گردن واکنه بگه ما کاری با رحیمی نداشتیم، دیروز میگه کاری با بابک زنجانی نداشتیم، کاری با رستم قاسمی نداشتیم، ولی همه اینا از گور او برمیخیزد. 8 سال این آدم اومد با حمایت رهبر چاپید و غارت کرد، مملکت رو به نابودی کشون، اون پرونده اتمی، اون دزدیای بانک‌ها، اصلا بانک‌های کشور همه ورشکستن به خاطر داردستی آقای احمدی نژاد. این دعوایی است که من ازش استقبال میکنم، چون وقتی دوتا دوز به جان هم میفتن همینجوری کاسه کوزه از زیر دست و پاشو میریزه بیرون، لگنی که دزدیده، آفتابی که دزدیده، طلایی که دزدیده، اینا عجیبا میریزه بیرون و مردم شاهدن، خیلی هم خوششون میاد که به هر حال دزدا دارن تو سر هم دیگه میزنن، خیلی خوبه. من استقبال آفتابای میلیارد دلاری دیگه نیست. بله، من منظورم اینا آفتاب طلاست. اینا قربونت آقای چالنگی گفتم آفتاب، یادم میاد تو مسجد شاه اگه یادتون باشه یه آدم دبنگ بدبخت بیچاره‌ای که قبا هم میپوشید میشه، این دم در میشست 20 آفتابه میذاشت جلوش، هر کی میرفت توالت آفتابه رو میداد دستش، یه قرو میداد میرفت تو. بعد گفتن لوله کشی کردن، شیر آوردن اون تو، دیگه هر کسی تو توالت شیر داره تونه آفتابه شیر بریزون. بعد اومدن یعنی نشسته آفتابه رو گذشته جلوش، گفتن تو برای چی نشستی اینجا؟ گفت اصلا فلسفه وجود آفتابه منم. آقای نوری‌زاده، این وسط در نامه آقای رحیمی من سوالم اینه که آیا میشه این شعر رو برای احمدی نژاد رو ما را سریست با تو که در خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم؟ بله، میدونیم آده بزرگ شجریان نیست با صدای شمندگارش این غزل سعدی رو هم خونده. شما قبل از اینکه این شعر سعدی رو بیاره در نامش گفته که در فلان جلسه این کاری کردید به ایش که خطاها رو برشمرده، ولی گفته به خاطر رفاقت ما ادامه داد شعر سعدی. واقعا میگم آقای چالنگی، آدم خب من هیچ علاقه مندی با آقای محمد رضا رحیمی ندارم، همیشه هم راجع به کاراش در کردستان و در ایران، در تهران گفتم، ولی در این مورد راست میگه. ببینید در این مورد، در این یه مورد خاص داره میگه آقا جان ما هر کاری کردیم ما هم کردیم، تازه تو خیلی گندکاری ها کردی که ما چشمونو بستیم دیگه، حالا کوتاه بیا آقا جان، حالا کوتاه بیا نذار. و رحیمی خیلی چیز میدونه، یعنی به نظر من اگر دادستان، حالا اینا که همش شوخیه، یعنی محسنی اژه‌ای بخواد به فساد رسیدگی بکنه، خودش سردسته فاسدانه. این دوتا برادر رو گرفت انقدر اینا رو شکنجه داد توسط علی آقا راننده، انقدر اینا رو شکنجه داد، تمام ساختمونش رو گرفت، یه آپارتمان طبقه پایین رو بهشون داد، حالا اینو میدم توی زندگی کنید، پنتهاوس رو برای خودش برداشت برای دامادش. حالا یه آدم فاسدی مثل محسنی اژه‌ای میخواد رسیدگی بکنه به پرونده فساد. واقعا گر حکم شود که مست اینجا دزگیرن، باید که هر آن که هست گیرن. گر حکم شود که دزگیرن، اول از همه محسنی اژه‌ای رو گیرن. و واقعا محسنی اژه‌ای سردسته دزد داد. ترجیبند حافظ شاید ترجیبند سعدی شاید مناسبتر بود در نامه آقای رحیمی اگر می اومد که از پیش تو راه رفتنم نیست، همچنین برابر قند، چون جاذبه‌ای که آقای احمدی نژاد داشت برای آقای رحیمی اینطور که در نامه منتها باید دید مگس کدومشونه، قند کدومه. بله،
الان تجربه معروفه سعدی. آقای سازگارا چرا نمیگن؟ چرا همه اسرار رو نمیگن؟ چرا وقتی جدا میشن از اون صندلی قدرت بیان؟ مگه نه اینکه تعهد دارن؟ چرا یک هر و هر هر ابن یزید ریایی اونطوری که خود همین روحانیون بر من برگفتن و پیروانشون یک هر تمام عیار پیدا نمیشه در این حلقه قدرت کنونی ایران؟ والا حالا بعد از خودشون پرسید، ولی تو همین نامه آقای رحیمی هم معلومه که ایشون یک چشم امیدی هنوز به دست آقای خامنه ای داره، برای اینکه مطرح کرده که تو اون قصه آقای مصلحی، کنار گذاشتن آقای مصلحی که به زور آقای خامنه ای برگشت و آقای احمدی نژاد 11 روز توی خونه نشست، ایشون در واقع چشمکی هم با آقای خامنه ای زده که من خلاصه با احمدی نژاد نرفتم تو اون ماجرا، استعفا ندادم و خلاصه منو دریابید. الان ایشون امیدواره که به استناد یکی از مواد قانونی که رئیس قوه قضاییه اگر اگر خلاف شرع بیانی در یک حکم ببینه میتونه جلوی اجرای حکم رو که دیوان عالی کشور هم تایید کرده بگیره. البته صادق لاریجانی و برادران لاریجانی اگه به خودشون باشه که خون احمدی نژاد و دار و دستش رو میخوان بریزن سر ماجرای برادر آقای لاریجانی و سایر دعواهایی که با هم دارن، ولی تصور آقای رحیمی این است بلکه آقای خامنه ای به فریادش برسه. و انصافا باید گفت این نامه ایشون غیر از این که چیزهایی رو که مخالفین احمدی نژاد میگفتن، جالبه که یک معاون اول داره تایید میکنه، از جمله اینکه آقای احمدی نژاد گوشش به یک سروش غیبی است که منظور آقای رحیم مشاییه و در تصمیم گیری هاش به جای عقل و عقلانیت دنبال اینی که از غیب براش آقای مشایی چه خبری بیاره بوده. و البته جنگیر و فالگیر و رمال هم کم دوره برای این آقایون نیستند. نکته دیگه که به نظر من در نامه آقای رحیمی هست، مسئله خانم دستجردی است که ایشون در واقع افشا میکنه که آقای احمدی نژاد روی خشم شخصی، کینه شخصی و در واقع روی بداخلاقی شخصی ایشونو از وزارت بهداشت کنار گذاشته و رحیم نژاد و آقای رحیمی رو سنگ روی یخ کرده در جامعه. من به نظرم این سوال که آیا چرا الان آقای رحیمی آنچه که میداند نمیگوید، فکر میکنم امیدش این است که بلکه اصلا زندان نره، گیرم هم بره حالا 2-3 سال بمونه، بعدم نصف حبسشو که بکشه آزادش بکنن و تو اون مملکت دوباره بتونه با این نظام سر بکنه. آقای سازگار، فقط آقای رحیمی نیست، چرا همه، خود احمدی نژاد، بقیه میرن تا یه حدی و بعد میگن ما افشا میکنیم ولی نمیگن؟ آیا معنیش این نیستش که یک حلقه هست، این حلقه حکومتی، که بیرون از این حلقه مردم رو غیر خودی میدونن؟ یعنی اگه دعوایی هست در داخل خودمون هست، به هر حال به قول معروف این رو رعایت میکنن که رخچرخه اون جلو مردم نشوده، یعنی در حالی که همه این پول و هر چه که هست مربوط به مردم هست. بله کاملا آقای چالنگی، به هر حال اولا که آقایون از آقای احمدی نژاد که اون بگم بگم های معروفش رو میگفت تا برادران لاریجانی تا آقای اژه‌ای که الان آقای نوری‌زاده فرمودن، آقای شخص آقای خامنه‌ای و بسیاری کسان تو این حکومت دستشون یکیه با هم دیگه، از زیر اون تعبیر اون دوست ما که یه بار هم عرض کردم چاهای سپتیک و فاضلابی هستن که از زیر هم خیلی اوقات به هم دیگه راه دارن و حضرات اینجور نیست که بتونن بگن و دامن خودشون پاک بمونه. ضمن این که به این مجموعه شما اضافه کنید داستان سپاهی هایی رو که
پشت بسیاری این جریانات هستند، از جمله سرکار آوردن دولت احمدی نژاد و گروه های مافیایی که شکل گرفته و کشت و کشتار و از همدیگه آدم دزدیدن و نمیدونم تو خونه امن نگه داشتن و اینجور روابط هم بین حضرات هست. و البته تجربه تاریخی هم نشون داده که وقتی صدای شکستنهای استخوانهای یک نظام برسه، اون وقت خیلی کسا شروع میکنن به حرف زدن. الان ممکنه یه دشون هنوز امیدی دارند که بلکه این کار رو باهاش بتونن همراهی کنن به جای برسن. بریم می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. به آن سوی ایران میریم در مرزهای اسرائیل. چه می‌گذره؟ تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده، اتفاقاتی یا رویدادهای چند روز اخیر بین اسرائیل و حزب الله و بلعکس و بسیار کشته شدن سردار اعزامی به سوریه، سردار اعزامی سپاه پاس، یکی از همین سردارهای فتح و فراغون که برخیشون هم میلیاردر هست، به نظر میرسه یک بحران تازه، ابعاد تازه پیدا کرده، بحران مزمن میون حکومت ایران و اسرائیل. چون این نیست؟ اگر هست خصوصیت این بحران. ببینید آقای چالنگی، دعوای رژیم جمهوری اسلامی با اسرائیل حداقل از جانب جمهوری اسلامی شبیه دعوای اون دوتا همشهریه که این ورانور زاینده رود ایستاده بودن، چاقو میکشتن، شمشیر و فوش و تفنگ خالی می بردن بالا و می گفتن اگه جرأت داری بیا این بر تا من خدمتت برسم. اسرائیل البته چندین بار جرأت کرده، اومده مخزن موشکی رو در پادگان امام علی در خرم‌آباد داغون کرده، ملارد رو زده، توسط عواملش دانشمندهای اتمی رو زده، و جمهور خودش که کاری نمی‌کنه، طریق حزب الله است، یعنی مردم لبنان کشته بشن که آقایون انتقام بگیرن. الانم که موچشون رو تو جولان گرفتن، یعنی ببخشید 6 تا سردار افسر سپاه و یه سردار در کنار چهره های سرشناس حزب الله مثل جهاد مغنیه، محمد عیسی، علی ابراهیم، اینا فرمانده های بزرگ حزب الله بودن. طبیعتا حزب الله رو از نظر طرفداران خودش در یه موقعیت بدی قرار داده، چون آقای حسن نصرالله میگه انتقام میگیریم، ولی کار نکردن. در نتیجه این گلوله باران اخیر جنوب لبنان رو دیدیم و اسرائیل هم خیلی بد جواب داد و به نظر من حزب الله سر جنگ با اسرائیل نداره، چون موقعیتش در لبنان اجازه نمیده. مردم لبنان جنگ با اسرائیل رو نمیخوان. سوریه، آنچه از رژیم سوریه باقی مانده، خود نمیدونه گشودن یه جبهه دیگه با اسرائیل، اینه که قضیه در همین حد باقی خواهد ماند. ریسکر میشه بالاتر نمیره. شلیک موشک، بله. این موشک های اگه جنگ نمیخواد پس چرا موشک پرانی میکنه؟ خب عرض میکنم اون جلوی طرفداران خودش باید یه جوری بگه منم بلدم یه کاری بکنم، اگه چند تا فرمانده های بالام و حزب الله میزنه بیا منم میزنم، ولی موشک ها کجا میخوره؟ مهم اینه که این نوع موشک ها رو که مثلا اولا اسرائیل سیستم ضد موشکی داره که دیدیم در جنگ با حماس 2000 تا موشک زدن 50 تاش خورد، اونم به جاهای حساس نخورد. الان هم در برابر حزب الله اسرائیل اولا تمام مرز لبنان با اسرائیل که باز بود سیمکشی شده و بسیار قرص و محکم که پرنده ازش عبور نمیکنه. حالا حزب الله دو تا موشکم زد یا دو تا سرباز اسرائیلی کشته شدن، در برابر ضربه ای که حزب الله متحمل شده چیزی نیست. حزب الله ضربه سنگینی متحمل شد. محمد عیسی شخصیت بزرگی بود، جهاد مغنیه همینطور و علی ابراهیم. بنابراین من معتقدم ایران هم وارد جنگی با اسرائیل نخواهد شد،
از دور تهدید میکنن. فعلا به مصلحت جمهوری اسلامی هم نیست که هیچ نوع جبهه ای رو بگشاید. این تجربه بوده تا بیش از 15 سال که حزب الله اقدامی کرده، موشک زده، چند اسرائیلی کشته شدن و بعد عکس العمل بسیار گسترده بود. این تجربه رو داره حزب الله، چرا دارش میکنه؟ براش مهم مردم لبنان، جنوب لبنان؟ نخیر، براش مردم من منتها حزب الله الان امتیازهایی داره که نمیتونه از دست بده. چند تا وزارت خونه داره، نمایندگان پارلمان، سفیر حزب اللهی داریم در لبنان. این امتیازها شرکت های متعددی که میلیاردها میبرن، اینا رو نمیخواد از دست بده و میدونه این دفعه اسرائیل رهاش نمیکنه. اینه که در حد یک اسرائیل هم در این حد قبول داره یه چهار تا گلوله بیاد، برای که اسرائیل هدفش رو انجام داده، عملا حزب الله رو فرج کرده، زمینگیر کرده، نمیتونه حزب الله یه عملیات بزرگ انجام بده. دولت سوریه هم که فعلا کلاش رو گرفته، فقط دیگه حتی دیدیم توی روسیه هم جلسه اپوزیسیون سوریه بود، همه گفتن برگردیم به ژنو یک که اسد باید بره. منظورم اینه شرایط به هیچ وجه امکان یک درگیری با اسرائیل رو نمیده. به پایان برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با ما در ارتباط باشید، در صفحه تلویزیون نشانی فیسبوک رو می‌بینید و همینطور با مراجعه به وبسایت ایران فردا می‌تونید به آرشیو برنامه‌های تفسیر خبر و بقیه برنامه‌های شبکه تلویزیونی ایران فردا دسترسی داشته باشید و این نشانی رو در اختیار دوستان خودتون نیز قرار بدید. هم نشانی فیسبوک تفسیر خبر و هم نشانی وبسایت ایران فردا. آرشیو همه برنامه ها رو بر روی وبسایت میتونید ملاحظه کنید. سپاس بسیار آقای نوری‌زاده در لس آنجلس گرم و آفتابی و با سپاس آقای محسن سازگارا در همسایگی ما در واشنگتن سرد و برفی. با سپاس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، الوند، کوه، کوهساران دراد و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.